سلام، این بار نقد فیلم نداریم و به جاش قراره 5 تا فیلم در مورد انقلاب‌های مهم دنیا رو با هم دیگه مرور کنیم. بریم ببینیم چه خبره. خب اولین فیلمی که با در مورد صحبت کنیم فیلم متروپولیس هست، به کارگردانی آقای فریتز لانگ، یکی از معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست و یکی از جنجالی‌ترین اون فیلم‌ها رو محسوب میشه. نکته مهم در مورد این فیلم اینه که سال 1927 ساخته شده و اگر فیلم رو نگاه کنید یک سری ایده‌های آینده نگرانه خیلی جذابی رو میبینید که امروز به حقیقت پیوسته و در واقع اون ایده ها 100 سال پیش در مورد صحبت شده، هنوز هم که نگاه میکنید فوق‌العاده است. داستان فیلم همون تقابل همیشگی غنی و فقیره. داخل فیلم یک سری افراد ثروتمند هستن که در طبقات بالا مینشینن و کارگرها اون پایین روی زمین هستن و در واقع قراری که یک انقلابی رخ بده تا اینکه یک خانم میمیره به دست کارگرا و یه سری اتفاقاتی میفته. تاریخ سینما رو که مرور میکنیم فیلم متروپولیس کماکان یکی از بحث برانگیزترین این فیلم هاست، مخصوصا جلوه های ویژه‌ش و اون ایده های آینده نگرانه جذابش که هنوز نقل خیلی از معروفه. اما در این حال انتقاداتی هم به فیلم وارده، چه الان چه همون دورانی که فیلم ساخته شد. یه سری انتقاد میکردن که میگفتن فیلم خیلی وسط رو گرفته در مواجهه با انقلاب و اینکه یه جورای پیشنهاد سازش رو مطرح میکنه به عنوان بهترین راه حل برای عبور از مسائل، که خب خیلی حالا ایده جالب به نظر نمیرسه، ولی به هر حال فیلم متروپولیس به این ایده استناد کرده. فیلم بعدی که اینجا بهش میپردازیم فیلم ارتش سایه هاست، به کارگردانی آقای ژان پیر ملوین، محصول سال 1969 که درباره مقاومت گروه های فرانسوی در مقابل نازی هاست. فیلم آقای ملوین اصلا فیلم کوتاهی نیست، برای دیدن اون باید مقدار صبر زیادی داشته باشید. فیلم سرشار از سکانس‌های غم‌انگیز و تاریکه و در این حال یک تصویر مثبت از مقاومت ارائه نمیده برخلاف انتظار عمومی و میگه که خب در جنگ به شما حلوا نمیدن و یک سری اتفاقات تاریک رو روایت میکنه. حالا نازی‌ها که سر جای خودش، در خود بدنه مقاومت هم یک سری تاریکی وجود داره که فیلمش پرداخته و در مجموع یکی از بهترین فیلم‌های سینمای فرانسه است که باید دید. فیلم بعدی فیلم گاندی است، محصول سال 1982، به کارگردانی آقای ریشارد آتنبرو که برادر اون دیوید آتنبرو معروف است و داستان گاندی رو برای ما روایت می‌کنه. خب گاندی رو هم که می‌شناسید رهبر هندوستان بوده در جریان مبارزه با انگلستان و یک روش مسالمت آمیز رو برای مبارزه علیه انگلستان انتخاب کرد و در نهایت هم به هدفش رسید. فیلم گاندی یکی از موفق‌ترین فیلم‌ها در فصل جوایز هم بود و مخصوصاً برای کارگردانی یک اسکار برای آقای ریشارد آتنبرو به همراه آورد و همچنین بن کینگزلی برای بازی در نقش گاندی هم تونست که یک اسکاری رو بگیره و در واقع فیلم ماندگار بشه در تاریخ سینما. اما دو نکته در مورد فیلم جالب شاد ندونید، اونم اینه که دنیل دی‌لوئیس اولین تجربه بازیگریش رو در این فیلم تجربه کرد. یک سکانس بسیار کوتاهی داره که اتفاقاً تو این سکانس کوتاه یک بازی فوق‌العاده داره و میشه گفتش که ورودش به سینما از طریق همین فیلم بوده. نکته جالب دیگه در مورد فیلم سکانس تشییع پیکر گاندیه که از 330,000 سیر لشکر در اون سکانس استفاده کردن، هیچ کدومشون دستمزد نگرفتن و به عشق گاندی اومده بودن تو اون صحنه با گل و گریه و یک سری ریاکشن های کاملا طبیعی که خب هنوز هم تکان دهنده است وقتی شما میبینید که هیچ کدوم اینا جلوه ویژه نیستن و آدم های واقعی هستن. نبرد الجزیره فیلم بعدی لیست ما که سال 1966 ساخته شده، درباره وقایعی که در نهایت منجر به استقلال الجزایر از فرانسه شد و در واقع یک نبرد خونین رو بین این دو تا کشور روایت میکنه. فارغ از روایت خشن و ناراحت کننده فیلم که احتمالاً بعد از دیدنش کل ذهنتون رو درگیر خواهد کرد، باید به این نکته اشاره کنم که تاکتیک هایی که گروه های الجزایری در این فیلم علی فرانسوی استفاده میکنن بعدها در دنیای واقعی توسط چند گروه چریکی مخصوصا در ایرلند در مقابل سیستم در واقع به پا خواسته بودن استفاده شد و یه جوری این فیلم تبدیل شد به فیلم آموزشی این گروه ها علی سیستم. و البته این ماجرا فقط مربوط به گروه های چریکی نیست و هنوز هم که هنوز از این فیلم برای تمرین گروه های ضد شورش استفاده می کنند. در واقع فیلم اینقدر از لحاظ تاکتیکی قوی بوده که همین الان همین امروز هم برای آموزش گروه های ضد شورش از تاکتیک های این فیلم استفاده می کنند. آخرین فیلم لیست ما هم وی فور وندتا هست که در ترجمه فارسی ترجمه خوبی کردن به اسم کی مثل کینگ خواهی، که در مورد یک فردیه که حالا با یه سری اقدامات خرابکارانه میخواد علیه سیستم به مقابله بپردازه. در این فیلم خانم ناتالی پورتمن بازی کرده و بازی بسیار خوبی هم ارائه داده و در کنارش خود فیلم یک سری دیالوگ‌هایی داره که بعدا توسط خیلی افراد در خیلی از جاهای جهان برای انتقاد از سیستم مورد استفاده قرار گرفت. در همون زمان اکران فیلم هم یک سری گروه‌های مخالف، حالا تو همه جای دنیا گروه‌هایی که علیه سیستم بودن، خیلی از فیلم استقبال کردن، خیلی نظریه ها و ایده هاش رو استفاده کردن، ولی در این حال یک سری مشکل هم وجود داشت. اونم این بود که گروه های افراطی و آشوبگرانه هم خیلی از فیلم تمجید کردن، در واقع یک سری المان در خود فیلم پیدا کردن که اینو به خیلی چیزا ربط دادن، مثل یک سری گروه های افراطی در آلمان که
یه سری علائم آرایش سوم توی فیلم پیدا کردن و اینو وصلش کردن به هیتلر و یه سری حواشی این شکلی فیلم داشت، ولی در مجموع یکی از مهمترین فیلم هایی که در مورد انتقام علیه سیستم ساخته شده. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، در مورد خود فیلم هام خیلی توضیح ندادم، به نظرم لذت تماشاشون خیلی بیشتر از اینه که بخواید صحبت هایی رو قبل از دیدنشون بشنوید، و اینکه به نظرم لازمه که این فیلم ها یک بار دیده بشه، فیلم هایی که شاید بهترین فیلم های تاریخ سینما نباشن، شاید خیلی فیلم هایی باشن که مثل فیلم متروپولیس خیلی وسط خوب باشن اصطلاحا، ولی دیدنشون ارزشمنده، حداقل یک سری دیدهای بصری در اختیارتون قرار میده که باعث بتونید بهتر فکر کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید، و امیدوارم که هممون آزادی رو تجربه کنیم. دم شما گرم.